نیمار مهاجم برزیلی پس از جشن گرفتن در کنار هم تیمی هایش در الهلال پس از پیروزی هیجان انگیز آنها مقابل الاتحاد در ورزشگاه کینگدام آرنا بار دیگر برای تکمیل برنامه درمانی خود برای بهبودی پس از پارگی ربات صلیبی راهی برزیل شد. نیم میلیارد نفر طرفدار لئو مسی ستاره آرژانتینی رسیدن تعداد دنبال کننده هایش در اینستاگرام به 500 میلیون نفر را جشن گرفت. پپ گواردیولا از روبرتو دی زربی به عنوان بهترین مربی برای هدایت بارسا در فصل بعد نام برده است و از لاپورتا رئیس باشگاه خواسته تا آخر فصل به جای ژاوی بیاورد. ناچو فرناندس کاپیتان رئال مادرید به دلیل مصدومیت در بازی امشب برابر والنسیا غایب خواهد بود، اما از طرف دیگر خبری خوشحال کننده برای هواداران کهکشانی بازگشت جود بیلینگام میباشد. جانی انفانتینیو رئیس فیفا اعلام کرد که خبری از کارت آبی در سطح حرفه‌ای فوتبال نخواهد بود. پیش از این رسانه‌های مختلف ادعا می‌کردند برای 10 دقیقه تنبیه کردن یک بازیکن از این کارت استفاده می‌شود. مارسلو ستاره برزیلی فوتبال جهان که در سال‌های نچندان دور با پیراهن سفید رئال مادرید تمام افتخارات ممکن را کسب کرد، حالا در سرزمین مادری خود در برزیل برای 31مین بار طعم قهرمانی را چشیده و این بار با فلومنزه موفق به جام سود امریکانا شد. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی به شاگردانش هشدار داده که منچستر ایریک تن هاگ را دست کم نگیرند. قرار است دو تیم فردا شب به مسافه هم بروند. و اینکه لوئیس اینریکه در شب تساوی بدون گل مقابل موناکو کیلیان امباپه را بین دو نیمه تعویض کرد و این بازیکن از روی سکوها کنار مادرش ادامه بازی را تماشا کرد.